پژوهشگر تاریخ و جامعه ایران. ایشان از سفر 10 روزه خودشون به اروپا برگشتند همین دیشب و حتما گفتنی های بسیار دارند. آقای امینی عزیز سلام عرض میکنم. بر شما و درود بر بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، همیهنان گرامی و همچنین به ویژه به جناب عالی گفتم در آغاز و تجدید دیدار. آقای امینی سفر اروپا خوش گذشت، کجاها در اروپا رفتین؟ اجازه بدید خوشگذرونیاش رو گزارش ندم. من از خوشگذرونی هم داشتین؟ بله خوشگذرونی داشتین؟ خب به هر حال دیگه گفتید گزارش ندید دیگه. حالا شوخی میکنم البته من آلمان بودم یکی دو روز و سپس حدود 4-5 روزی رو در وین بودم در کنفرانس ایران شناسی که در وین برگزار میشد. البته من جزو سخنرانان نبودم، من تنها برای دیدار و گفتگو با کسانی که شرکت کرده بودند و آشنایی با پژوهشگران جوان ایران، جوان ایرانی و ایرانی تبار و غیر ایرانی به آنجا رفته بودم و بسیار 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 خوب بود. سپس به فرانسه رفتم، به پاریس و چند روز در پاریس بودم و در مراسم 25 سالگرد کشته شدن زنده یاد بختیار در مزار دیشان، در جایی که بر روی شما بیشتر از من آشنا هستی، در گورستان مونپارناس بودم و با بسیاری از دوستان دیدار کردم و بازگشتم و به زودی هم باز راهی سفر برای یک رشته سخنرانی ها خواهم شد. آقای امینی از این دو رویداد چیزی برای گفتن ندارید؟ در مورد آنچه که در پاریس گذشت شاید به درازا بتوانیم درباره زندگی و میراث بختیار با هم گفتگو کنیم امروز. دیدار وین یک نشست آکادمیک بود و بیشتر گزارش ها و نوشته هایی که ارائه شد جز یک نشست همه به زبان انگلیسی بود و بسیار با ارزش هم بود. روی هم رفته میتوان گفت که کوشش بسیار ارجمندی رو دوستان این انجمن ایران پژوهی برگزار کردن. البته اینجا باید اشاره کنم که نام این گروه در تا این نشست خیلی اسم بدیشون بود. بله میگم خیلی اسمشون بد بود. بله اسمشون بسیار بد بود، اعتراض زیاد کرده بودند برای اینکه International Society for Iranian Studies در واقع میشد ISIS که من اجازه بدید نگم مخفف چیست و خود اونها هم آشنا بودند. اینکه نام رو دگرگون کردند و نام فارسی اون شد انجمن ایران پژوهی و نام بسیار بسیار برازنده ای هست بر این گروه Society for Iranian Studies SIS فکر میکنم این نام گروه شد. ولی روی هم رفته کار بسیار ارزشمندی رو انجام میدهد. این کار به سرپرستی آقای تورج عطابکی بود، یکی از ایران شناسان بسیار برجسته، استاد دانشگاه هستند با کار بسیار پررنجی که انجام میدهند. باید به راستی به ایشان رو تقدیر کرد، سپاس گذار کار ایشان و دیگر دوستانی که با ایشان همکاری میکنند. یک نشست ویژه قدردانی از آقای همایون کاتوزیان برگزار شد چون ایشان سالها در این گروه بودند و دیگر کناره گرفتند و روی هم رفته نشست دلپذیر و دوست داشتنی بود. بیشتر مراد من دیدار با دوستان بود، اما در حاشیه باید بگویم یکی از انگیزه های من برای رفتن به این همایش یا این نشست این بود که در گزارش ها دیده بودم نام بسیاری از کسانی رو که بنا بود از ایران بیاید، از جمله آقای زیبا کلام، ولی گویا یکی دو هفته پیش از این برنامه یک بخشنامه یا یک هشداری از سوی اداره
اطلاعاتی امنیتی جمهوری اسلامی از یکی از این اداره ها به دانشگاه ها رفته و هشدار داده که شرکت در این همایش صلاح نیست و این است که از ایران هیچ کس نیامده بود. تمام اون تریبون هایی که بنا بود که دانشگاهیان از ایران شرکت کنند، هیچ از ایران کسی شرکت نکرده بود. دانشجویان هم نیامده بودن؟ یک نفر از ایران شرکت داشت، اون هم پیش از این بخشنامه یا پیش از این تهدید گویا اروپا رسیده بود برای دیدار خویشاوندان، این که بنابر حادثه و تصادف به این برنامه آمد، ولی دیگران به این برنامه نیامدند. هشداری که داده بودند رو پذیرفتند و روی نگرانش کار و زندگی خودشون هستند و میپذیرند که شرکت در این برنامه ها برای اونها مکافات خواهد داشت، مانند کنفرانس برلن. البته این کنفرانس مانند کنفرانس برلن نبود، یک کنفرانس سیاسی نبود. چهره های سیاسی هم شاید اینجا اونجا در این نشست شرکت داشتن، بسیار بسیار محدود، ولی بیشتر شرکت کنندگان دانشگاهی و آکادمیسیان بودند و روی هم رفته در مسائل سیاسی روز ایران. جز دو نشست از میان نزدیک به 150 نشست گفتگوی نشد. این است که نشان میدهد که بیمهراس حکومت تا چند اندازه است که به دانشگاهیان هشدار میدهد که در نشست های به هر حال غیر سیاسی مانند این نشست هم شرکت نکنند. آقای امینی، ما وعده داده بودیم در آخرین گفتگو که امروز درباره سی تیر و درباره نقش کاشانی گفتگو کنیم. بله. ولی با توجه به این مطالبی که راجع به دکتر بختیار منتشر شده و همچنین به دلیل سفر شما به آرامگاه به پاریس، آرامگاه دکتر بختیار، اگه موافق باشید چند پرسش درباره دکتر بختیار، نقش دکتر بختیار مطرح کنم. حتما، ولی اجازه بدید که این وعده رو به همیهنان بدهیم که هفته آینده هم به دلیل همزمانی با 28 مرداد و به هر روی وعده‌ای که داده بودیم در مورد کاشانی و سیتی و چیزهای از این دست، برنامه رو آغاز کنیم که شاید در همون یک نشست به پایان برسد و اگر به پایان نرسید ادامه بدهیم در مورد رویدادهای سیتیر و مرداد سیتیر 1331 و مرداد 1332 و پیامدهای ماندگار آن بر ایران. من بنابراین ندارم که بخواهم یک سخنرانی تازه‌ای یا سخن تازه‌ای درباره به گفته برخی این کربلای 28 مرداد، اونجور که مخالفان زنبیاد مصدق میگویند، ایراد کنم، ولی میخواهم به جنبه های بسیار مهمی که پیامت های ماندگاری در تاریخ گذشته ایران، در تاریخ 60 و اندی سال گذشته ایران داشته، به اونها بپردازم. خب آقای امینی عزیز، درباره کارنامه بختیار، اولا بختیار تحت کدامین شرایط نخست وزیری رو، یعنی پیشنهاد نخست وزیری شاه رو پذیرفت؟ در این مورد هر کس در این سالها نظری گفته است و میدانیم که جبهه ملی هم از همون روز اول مخالفت کرد با نخست وزیری بختیار. من بر پایه نه تنها گزارش هایی که در دست داریم، بلکه بر پایه گفتگوهایی که با آنهایی که در جریان اون روزها بودند، زندیاد صدیقی، آقای سنجابی و خود زندیاد بختیار، چیزی رو که میدانم، چیزی رو که میتوانم با قاطعیت بگویم که بر پایه برداشت من روند کار این گونه بوده، این است که نخستین کسی که شاه با او در تماس بود برای نخست وزیری سنجابی بود و سنجابی رو تقریبا میتوان گفت که ناخواسته به دیدار با شاه آوردن و او نپذیرفت. گفتگوی شاه با دکتر صدیقی به درازا انجامید
و صدیقی شرایطی رو برای پذیرش نخست وزیری در برابر شاه نهاد، شرایطی که بسیار بسیار دشوار برای شاه بود و یک سخنرانی شاید یک ساعته با شاه درباره رویداد 28 مرداد به قول برخی و کودتای 28 مرداد به باور زنده یاد صدیقی و من و دیگران و همچنین آنچه که در اون سالها گذشته بود درباره خودکامگی و فساد سخنانی رو گفت و شرط مهمی رو که گذارد که شاه نپذیرفت ماندن او در ایران بود که شاه نمیتوانست اون رو بپذیره. به نظر میرسد که پیشنهاد نخست وزیری بختیار رو از جمله دکتر صدیقی به شاه داده و شاه همون رو پذیرفته و بختیار رو دعوت کرده برای نخست وزیری و بختیار این پیشنهاد رو پذیرفته. شرط بختیار درست نقطه مقابل شاه بود، یعنی ببخشید نقطه مقابل صدیقی بود. صدیقی ماندن شاه رو در ایران پیش شرط نهاده بود، بختیار در نقطه مقابل رفتن شاه رو از ایران پیش شرط پذیرش نخست وزیری خود نهاده بود و چنین هم شد. با اجازتون آقای امینی عزیز، من در یه جلسه یادمه که مصاحبه بود با دکتر بختیار، ایشون نپذیرفت که به شاه گفته است شرط من این است که شما اول از کشور خارج بشید، اینجور گفت. حالا شاید در نظرش بوده ولی میگفت نه، این شرط رو نگذاشته بود، شرط رو شاید ننهاده بود، ولی شاه میخواست از ایران خارج بشه. صدیقی اصرار داشت که شاه از ایران خارج نشه و بختیار این شرط ماندن او رو در ایران نگذاشت و بنابراین پذیرفته بود که شاه از ایران خارج بشود و میخواست که بدون دخالت شاه در واقع ایران رو اداره بکنه. به داوری من کار از کار گذشته بود. بختیار تصور میکرد که شاید بتواند با فداکاری و از راه میهن پرستی و مهر به دموکراسی و آینده ایران شرایط رو نجات بدهد، ولی کار از کار گذشته بود، بسیار دیر بود. شاید اگر این پیشنهاد شاه 6 ماه زودتر یا 1 سال زودتر روی میداد هنوز نظام پادشاهی در ایران برقرار می بود. ولی در هنگامی که بختیار نخست وزیری شاه رو پذیرفته بود، دو سوی انقلاب در ایران، یعنی نظام پادشاهی از یک سوی و آیت الله خمینی از سوی دیگر، برای این دوران گذار دست به دامان نیروهای میانی جامعه، بازماندگان از دوران زمامداری مصدق شده بودند. شاه به بختیار و جبهه ملی متوسل شد و خمینی بازرگان و یاران و نهضت آزادی رو از همون نیروی میانی جامعه منتها با سمت و سوی مذهبی به میدان آورد. جالب اینجاست که بختیار و بازرگان چند بار با هم به زندان افتاده بودند در دورانی که پدر من هم در زندان بود. این است که دست به دامان نیروی میانی جامعه شدن برای نجات شرایطی که میگذشت، ولی کار از کار گذشته بود و شرایط انقلابی در ایران به گونه‌ای بود که بختیار نمیتوانست در اون دوران بازمانده از پادشاهی در ایران موفق بشود و 37 روز هم بیشتر نخست وزیری او به درازا نکشید. من بر این باور هستم که کار بختیار در گزینش نخست وزیری محمد رضا شاه کاری بسیار میهن پرستانه و از موضع پاسداری از دموکراسی، پاسداری از جامعه مدنی ایران بود در برابر طغیان و شورش ضد مدرنیته در مقابل طغیان جهل و شوربختا که زمان برای جلوگیری از این طغیان از جهل باقی نمانده بود. آقای امینی، در این سالها بحث هایی میشه درباره روابط بختیار با دولت هایی مثل عراق و حتی سخن از این است که بختیار بود که صدام حسین رو تشویق کرد به ایران حمله کنه. البته بعضی دیگر میگن واقعیتی نیست. ببینید، دولت بریتانیا در چند سال گذشته پاره ای از اسناد رو غیر محرمانه کرده و برخی از این داوری ها در چند سال گذشته بر پایه بازدیدهایی بوده که از این اسناد شده و از جمله یکی از کسانی که این اسناد رو بازبینی و
برگردانده به فارسی، در همین کنفرانس ویان هم بود و من هم با او دیدار داشتم، گفتگوی کوتاهی داشتم و این گونه داوری می کنند که این اسناد نشان می دهد که بختیار برانگیزاننده جنگ ایران و عراق بوده یا شاید یکی از کسانی بوده که عراق رو به حمله به ایران برانگیزانده. ماجرای گرفتن پول از دولت عراق مسئله پنهانی نیست، این رو همه می دانند که گروهی که بختیار در رهبری اونها قرار داشت و شما هم در کار رسانه‌ای اونها کار می کردید، البته نه شما ولی گروه در واقع یا شخص زنده یاد بختیار، مبلغی رو از دولت عراق برای سازمان دادن کار مبارزه با جمهوری اسلامی گرفتن. میزان این پول معلوم نیست، این رو تنها شادروان بختیار می داند، زنده یاد بختیار می داند و من از نزدیکترین یاران ایشان که پرسیدم از میزان این پول آگاهی ندارم. هیچگاه هم دکتر بختیار این موضوع رو پنهان نکرد که از دولت عراق برای براه انداختن کار نهضت مقاومت، نهضت ملی پول گرفتند. اما ماجرا بیشتر از این است. سخن بر سر این است که گویا زندیاد بختیار دست نشانده صدام حسین بوده یا در واقع پول گرفته یا همکاری کرده با صدام حسین برای برانداختن رژیم جمهوری اسلامی در ایران. برای بررسی این موضوع به داوری من باید دو رشته مسئله رو از هم کاملا جدا بکنیم. رشته نخست این اندیشه تاریخی در میان ایرانیان است که همواره باور داشتند که بدون یاری کشورهای خارجی دگرگونی در ایران شدنی نیست. این از دوران پیش از مشروطه در اندیشه نخبگان ایرانی دوران مدرنیته وجود می داشته. برخی گرایش های فرانکوفیلی داشتن، برخی گرایش های انگلوفیلی داشتن، ولی روی هم رفته بر این باور بودن که بدون یاری گرفتن از دولت های خارجی امکان این که در ایران دگرگونی به وجود بیاید نمی باشد. نگاه کنید به این واقعیت که کسی مانند میرزا ملکم خان سخت با دولت بریتانیا پیوند داشت و حتی در بستن پیمانها با دولت بریتانیا همکاری میکرد، یا شخصیت هایی مانند کسانی که مثلا یکی از اونها رئیس مجلس شد در روابطی که با دولت های خارجی داشتن حتی برای خودشون کمیسیون تعیین میکردند. سالهای پس از اون آدمی مانند وثوق الدوله که از کوشندگان مشروطه خواهی بود و خیلی ها او رو میهن پرست میدانستند، در چالش برای جلوگیری از نفوذ شوروی در ایران تن به پروانه به پیمان 1919 داد و بابت این کار پولی هم دریافت کرد. برخی از روی میهن پرستی و شاید شور و شوق پیشرفت ایران نگاه به غرب داشتند، نگاه به اروپا داشتند، از جمله خود تقی‌زاده که به داوری من یکی از برجسته ترین شخصیت های انقلاب مشروطه ایران به شمار می رود، در جایی نوشته بود که باید از مغز سر تا نوک پا همه فرنگی شویم. این باوری بود که بسیاری از ایرانیان داشتند. برخی در این راستا پول می گرفتند. آنچه که در مورد دوران بختیار، در دورانی که دوران جنبش اسلامی بود و بختیار در واقع در کانون سیاست ایران قرار گرفت، در این است که این چنین نیست که گویا دولت‌های خارجی بختیار رو برانگیختند که با گرفتن پول عامل اونها بشود. درست نقطه برعکس است. من با این کار مخالفم ولی میخواهم دست کم این رو روشن کنم. این بختیار و یاران او بودند که گمان میکردند با گرفتن پول و نزدیکی با دولت عراق میتوانند شرایط فروپاشی و براندازی دولت جمهوری اسلامی رو شتابان کنند و این از یک برداشت بسیار نادرست چیره بر نه تنها زنده یاد بختیار و یاران او بلکه بر بیشتر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بر میخواست. باور نمی کردن که دولت خمینی و جمهوری اسلامی برانگیخته شده از یک جنبش نیرومند اجتماعی باشد و دارای پایگاهی در میان مردم.
گمان می‌کردند که یک رویداد، یک حادثه است، یک تصادف و این رو می‌توان با یک یورش، یک حمله نظامی، یک کودتا، یک برخورد تند در واقع حل کرد. حتی آقای بنی سعد که همراه مسعود رجوی به پاریس آمده بود، پس از اینکه نخست وزیری رو، یعنی رئیس جمهور ایران شده بود، همراه آقای رجوی به پاریس آمد، به راستی تصور میکرد که چند ماه دیگر به ایران باز خواهد گشت، یا دست کم حالا چند ماه، حتی اکثر یک سال دیگر به ایران باز خواهد گشت. وعده میدادن، این گونه در واقع خودشون رو آماده میکردن. من خوب به یاد دارم، چون تازه آمده بودم به خارج در اون دوران، در همون دورانی که آقای بنی صدر و مسعود رجوی به پاریس آمده بودند، که تصور عمومی این بود که جمهوری اسلامی یک حادثه است، یک تصادف، آخوندها نخواهند توانست ایران را اداره کنند و با تلنگری فرو خواهند پاشید. همین برداشت رو زندیات، بختیار و یاران او داشتند و شاید کودتای نوژه هم از همین نوع برداشت برخواسته بود که با یک سازماندهی نظامی بسیار بسیار ساده میتوان جمهوری اسلامی رو برانداخت، و یا با حمله عراق به ایران جمهوری اسلامی برچیده خواهد شد. هیچ سندی در دست ما نیست، هیچ چیزی ما در دست نداریم که نشان بدهد که بختیار دولت عراق رو برای حمله به ایران تشویق کرده و یا در پشتیبان حمله عراق به ایران بوده. ولی تصور عمومی این بود که در صورت یک برخورد خارجی با دولت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی فرو خواهد پاشید. این برداشت نادرست، نادرستی خودش رو در این 37 سال 38 سال گذشته نشان داده. جمهوری اسلامی برآمده از یک جنبش بسیار نیرومند اسلامی در خاورمیانه بود که امروز ما نمونه اهل سنت اون رو در جریان داعش می‌بینیم. ما با یک جنبش تاریخی 50 60 ساله اسلامی در خاورمیانه روبرو هستیم که اندکی پیش از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شده بود. نخستین کشوری که اونها توانستند بر اون چیره شوند ایران بود، به افغانستان و کشورهای دیگر کشید. امروز صورت بسیار وحشیانه اون رو ما در قالب داعش می‌بینیم و دست کم 10-15 سال آینده به درازا خواهد کشید که این جنبش نیرومند اسلامی شیعی سنی فرق نمی‌کنه به پایان برسه. این رو در اون دوران بسیاری از رهبران نیروهای سیاسی و مخالفان جمهوری اسلامی در نیافته بودند و از جمله زنده‌یاد بختیار هم بر این باور بود. می‌دانم، چون من این رو شنیدم از خود ایشان و از نزدیکان ایشان، که بر این باور بودند که حکومتی بسیار سست است و به آسانی می‌توان رو برانداخت. من چنین باوری نداشتم، حتی در یک گفتگوی رادیویی اون زمان با شما، اندکی که نبرید، سالها پس از اون با شما هم این رو در میان گذاشتم و بسیار هم پرخاش شدیدم که چرا من این گونه دراز مدت به آینده ایران نگاه میکنم و باور بر این ندارم که همین روزها این حکومت برخواهد افتاد. منظورتون دورانی است که نهضت سبز رخ داده بود؟ بله بله، در گفتگوی رادیویی که ما اون زمان شما رادیو، برنامه رادیو داشتید و به یاد دارم شبی ما با هم گفتگو می‌کردیم و شما از من پرسیدید که آقای امینی چند هفته دیگر این حکومت از میان خواهد رفت. من گفتم بین 3-4 تا 7 الی 10 سال دیگر، البته شاید حتی بیشتر از اون. و بسیار هم پرخاش از شنوندگان شما به آگاهی شما رسید که آقای امینی چرا اینقدر بدبین هست. یادتون باشه اون موقع در لس آنجلس چمدون می‌فروختن، داشتن شغل تقسیم میکردن و بنا بود در همون هفته ها کار به پایان برسه. ما باید در هر کارزاری حریف خودمون رو بشناسیم. اگر کشتیگیر هستیم، حریف خودمون رو بشناسیم. اگر مهندس ساختمان هستیم، حریف خودمون که زمین هست و شرایط آب و هوا رو بشناسیم. در هر کاری خلبان باشید، باید حریف خود که بر روی فضا و چگونگی به زمین نشستن و گرفتاری های طوفان و رگبار و چیزهای از این دست رو بشناسید. سیاست بیشتر از اینها نیاز به حریف شناسی دارد. برای
ارزیابی از اینکه چگونه میتوان به یک حکومت تبهکاری پایان داد، باید ذات این حکومت تبهکار رو شناخت. جمهوری اسلامی بر پایه کودتا بر ایران چیره نشده بود که بتواند با تلنگری فرو باشد. نتیجه یک جریان نیرومند 40-50 ساله بود که در درون جامعه ایران جوش میخورد و در واقع آماده طغیان و آماده بیرون رفتن و یک نوع آتشفشان بود، ولی کمتر کسی به اون توجه داشت و بخش بزرگی از مردم در ایران، مردم غیر شهری در ایران، هوادار این حرکت بودند و بیشتر روشنفکران و نخبگان و سیاسیون شهری به اون توجه نداشتند. همه اعضای خانواده سیاسی شهری ایران، هواداران پادشاهی، چپ ایران، روشنفکران مستقل، هواداران جبهه ملی، حتی نیروهای مذهبی معتدل از این شوری که در درون جامعه در زیر در واقع خاکستر در حال دمیدن بود، در حال برانگیخته شدن بود، آتشی زیر خاکستر بود، آگاهی اندکی داشتند و روی هم رفته میتوان گفت که هنگامی که انقلاب اسلامی در ایران در گرفت، خیلی ها غافلگیر شدند و کوشش کردند این رو به حساب یک توطئه خارجی، یک پروژه در واقع بیگانه بگذارند، در حالی که از درون ایران برخواسته بود. البته حتما دولت‌های خارجی هم دستی بر اون داشتند. زندیات بختیار هم مانند دیگر نخبگان ایرانی به راستی بر این باور بود که این پدیده پدیده ایرانی نیست، پدیده داخلی نیست و از این رو میتوان به آسانی با تلنگری، با شورشی، با طغیانی، با حتی حمله به ایران یا با کودتای لوژه اون رو برانداخت. من هیچ سندی در این مجموعه اسنادی که این دوست محترم در آقای محترم در لندن یافتند و برگرداندند از آرشیو دولت بریتانیا نیافتم که نشان بدهد که بختیار دولت عراق رو در حمله به ایران تشویق کرده. افزون بر این من فکر نمی کنم دولتی مانند صدام حسین بدون آگاهی های گسترده امنیتی از دولت های مختلف و از دستگاه امنیتی یا خودش، تنها به دلیل سفارش بختیار یا اویسی، جنرال اویسی، به ایران حمله می کرد. حتما آگاهی های دیگری داشت و بر این باور بود که با حمله به ایران مردم هم علیه جمهوری اسلامی برانگیخته خواهند شد و خواهد توانست جمهوری اسلامی رو براندازد. البته اینجا جناب مهریه حاشیه بروم، تنها بختیار نبود که با دولت عراق رابطه داشت، همه اپوزیسیون ایران با دولت عراق رابطه داشتن. امروز خیلی ها فراموش کردند که پیش از انقلاب 57 بیشتر گروه های چپ با دولت عراق روابط داشتند. رادیو عراق استفاده می کردن، بهره می گرفتن برای تبلیغات. گروه های کردی که امروز هوادار استقلال کردستان هستند، مانند حزب دموکرات کردستان ایران و گروه کومله که اون زمان یک گروه بود، با دولت عراق و مخابرات روابط داشتند. بسیاری از کسانی که از ایران می گریختند و به خارج می آمدن در اردوگاهی بودند که مخابرات عراق فراهم کرده بود. من آدمهایی رو می شناستم از شمار کسانی که از افراد سرشناس مخالفان سیاسی حکومت و از خانواده چپ و میانی جامعه هستند که از راه عراق آمدند و مدتی در اونجا بودند و با ماموران مخابرات عراق دیدار می کردند. این تنها زندیات بختیار نبود که با عراق گفتگو داشت، دیگر مخالفان جمهوری اسلامی هم با عراق گفتگو می‌کردند. اسنادی که اینک در دست ماست نشان می‌دهد که از جمله حزب دموکرات کردستان ایران و رهبر اون زمان حزب با دولت عراق پیوندهای بسیار نزدیکی داشتند و حتی برخی می‌گویند گزارش جبهه‌های جنگ رو می‌دادند. البته اونها کتمان می‌کنند. بنابراین روابط با دولت صدام حسین امروز بسیار ننگاور شده، ولی در اون هنگام چندان هم ننگاور به نظر نمی رسید. تصور این بود که در عراق می توان پایگاهی در مخالفت با ایران داشت. آیت الله خمینی و یارانش که امروز
کسانی از میان اونها اسناد پیدا میکنند و بختیار رو به همکاری با دولت عراق محکوم میکنند، ایشان در زیر سایه دولت عراق زندگی میکردند و مدتهای زیادی از حمایت دولت عراق برخوردار بودند. آقای پناهیان قبل از اون بختیار، نه زندیات بختیار بلکه تیمور بختیار، هنگامی که از ایران گریخت و نخست به مصر و سپس به عراق آمد، با آقای خمینی همکاری میکرد و پس از کشته شدن بختیار به دست ماموران ایرانی، پناهیان به عراق آمد و با دولت عراق و خمینی یک پیوندی داشت برای برانداختن دولت پادشاهی در ایران. عراق یکی از کانونهای برنامه ریزی های مخالفان با دولت ایران بوده. این است که یک باره نمیتوان یک سندی رو یافت و گفت که ما یافتیم زندیات بختیار با دولت عراق روابط داشته و این کار بسیار ننگاوری بوده و غلط بوده و نباید انجام شده. شما میدانید که من انتقاد دارم به زندیات بختیار برای دریافت این پول از عراق و اصولا روابط با عراق، متأسفانه اصلا باور ندارم که بختیار وابسته به دولت عراق بوده، باور ندارم که بختیار یک ذره از میهن پرستی و از وفاداری به راهی که میرفته به دلیل این روابط منحرف شده باشه و به هیچ وجه هم باور ندارم که بختیار برانگیزاننده حمله عراق به ایران بوده باشه. ممنونم آقای امینی. فرمودید که دولت جمهوری اسلامی مبتنی بر یک پایگاه قوی بوده، منظورتون پایگاه مذهبی به خصوص ایرانیان غیر شهری به گفته شما. بله، ببینید برای بررسی موضوع من فکر می‌کنم ما باید بازگردیم و تاریخ 150 سال گذشته ایران رو بازبینی کنیم. انقلاب مشروطه ایران یک گسستی از تاریخ گذشته ایران بود. انقلاب مشروطه ایران به ساختار ایریاتی در ایران پایان داد و راهی رو گشود که ایران به سوی یک جامعه مدرن گام بنهد و پنجره ای رو در برابر ایرانیان به سوی دموکراسی هایی که در غرب به وجود آمده بود، قانونمندی ها و قانون مداری هایی که در غرب به وجود آمده بود گشود و راه یک سکولاریزم مدرن رو در برابر ایرانیان نهاد و گام های استواری هم در این راه برداشته شد، فراز و نشیب داشت و در دوران پادشاهی پهلوی پس از 15 سال کار و کوشش مشروطه خواهان یک نوع تجدد آمرانه، یک نوع نوسازی از بالا بر جامعه ایران تحمیل شد. یعنی همون آرمان های مشروطه در ساختن جامعه ایران اما از بالا و با همراه با یک قدرت، یک دیکتاتور منور، چیزی که تقی‌زاده از متفکران آلمانی در واقع گرفته بود، یک نوساز منور، یک روح منور در واقع برای جامعه، کسی که به تمام جامعه ایران رو با قدرت بسازه، که رضا شاه مظهر این کار از دیدگاه بسیاری از روشنفکران ایران به شمار می آمد. راستی این است که در این سازندگی ما یک پیشدرآمد نیرومند عصر روشنگری رو در ایران نداشتیم. مدرنیته اروپا بر پایه 2300 سال عصر روشنگری بنا شده بود و این عصر روشنگری جامعه اروپا را دگرگون کرد. ما در ایران روشنگرانی داشتیم، کسانی که آشنا با اندیشه های سکولاریسم، آشنا با اندیشه های مدرن سازی، آشنا با اندیشه های غربی بودند و قانونگرایی رو و قانونمندی رو در جامعه میپذیرفتند میداشتیم، ولی با یک جنبش نیرومند عصر روشنگری در ایران روبرو نبودیم. و این است که در این گیرودار چالش میان مدرنیته و سنت، مدرنیته و شریعت، ما در یک برزخی حرکت میکردیم، در یک شرایطی حرکت میکردیم که اگرچه جامعه به جلو میآمد اما یک نوع مقاومت در پایه هم وجود می داشت. روی هم رفته باید گفت که جامعه شهری ایران، جامعه مدنی ایران که رژیم پادشاهی رو در بر می گرفت، مخالفان این رژیم هم از همون جامعه برخواسته بودند، چه اونهایی که ملیگرا بودند، چه اونهایی که چپی بودند، چه روشنفکران
شهری ایران روی هم رفته، باور نمی داشتن که در کنار جامعه شهری ایران یک جامعه غیر مدنی، یک جامعه بازمانده از دوران ایلیاتی و پایبند اصول شریعت در ایران بسیار نیرومند هست و به این بسیار کم بها می دادن. راستی این است که با تحولاتی که در ایران انجام شد، افزایش درآمد نفت، آمدن روستاییان به سوی شهرها، اصلاحات ارضی به ویژه، اصلاحات ارضی و پس از اون افزایش درآمد نفت، بسیاری از این روستاییان به سوی شهرها آمدن و چهره شهرها روستایی شد. در همین تهران در آستانه انقلاب 3.5 میلیون حاشیه نشین زندگی میکرد و روی هم رفته یک نیروی بسیار مهمی در شهرهای ایران پدیدار شده بود برای اینکه پایگاهی برای یک جنبش مذهبی بشوند و این جنبش مذهبی هم از همان ببخشید این جنبش مذهبی هم صدای من نمیشه در جناب کارگردان صدا چی؟ صداتون خوبه، بفرمایید. بله ولی صدا باز میگرده به گوش خود من یکم ناهنجار میرسه، ببخشید. ولی به هر روی این نیروی به هر حال مذهبی جامعه که نسبت به اون کمتر توجه میشد، پایگاهی شد برای این جنبش مذهبی که از پس از شهریور 20 آغاز شد بود. فدایان اسلام و سپس مؤتلفه، هواداران آیت الله خمینی، در دانشگاه ها هواداران آقای شریعتی، اونهایی که با مخالفت با حکومت رو از یک دیدگاه مذهبی انجام میدادند، اینها پایگاه یک حرکت مذهبی در ایران بودند. یکی از برجسته ترین جای یکی از برجسته ترین جنبه های جایگاه بختیار در تاریخ ایران در این است که این رو دید پیش از این که دیگران ببینند، یعنی نسبت به هماندیشان و همکاران و همراهان خودش. دیگران دیده بودند ولی در میان رهبران جبهه ملی یکی از تنها کسانی بود که برخواستن و خیزش جنبش مذهبی رو در ایران دیده بود و با اون مخالفت داشت. فردی بود بر روی سکولار، آدمی بود با آموزش‌های بسیار نیک غربی. رساله دکترای خودش رو درباره چالش دین و دولت در دوره ساسانی نوشته بود و این است که با این مقوله آشنا بود و این رو دریافت و این یکی از جنبه‌های بسیار با ارزش رفتار بختیار است که برخلاف بسیاری از یاران خود او در جبهه ملی، این طغیان جهل رو دریافته بود و حاضر شد که جلو بیاید، نه به دلیل جاه طلبی، چون در اون هنگام جاه طلبی در کار نبود که تصور کنیم که بختیار به دلیل جاه و مقام و پول وارد چنین کار جانبازانه شده بود. کار بسیار ارزنده رو انجام داد. من در اون هنگام از ایشان پشتیبانی کردم با اینکه میدانستم که بسیار هم جوان بودم که این کار امید موفقیت نخواهد داشت و بسیار دیر شده. از این منظر باید گفت که ما با یک جنبش نیرومند مذهبی در ایران روبرو بودیم. پایگاه اجتماعی داشت، حتی بخشی از جامعه شهری هم به اون پیوسته بود و زمان میخواست که این جنبش مذهبی از رمق بیفتد و دست کم یک یا دو نسل از اون بگذرد که به پایان برسد. اینک ما در میانه نسل دوم هستیم و به نظر میآید که این حکومت اساسا از رمق افتاده و چند سالی است که شمارش معکوس حکومت جمهوری اسلامی آغاز شد. یعنی این نیروهای مذهبی اندک اندک هوشیار شدند؟ اینها در جامعه بودند، اینها توانا شدند. ببینید، هنگامی که یک نیروی گسترده روستایی به سوی شهرها می آید، شهرها باید توان دگردیسی و دگرگون کردن اندیشه این جامعه روستایی رو داشته باشند. جامعه ایران این توان رو نداشت که این هجوم، دو سه هجوم، یکی پس از انقلاب سفید، اصلاحات ارضی، دیگری در حدود سال 1349 و سرانجام بزرگترین کوچ از سال 1151-52 پس از افزایش بسیار تند درآمد نفت،
به سوی شهرها، این هجوم روستاییان رو بتواند با یک فرهنگ شهری توانا دگرگون کنه. اجازه بدید مثالی برای شما بزنم. نگاه کنید به اروپا. شما در فرانسه زندگی میکردید، هموار مهاجرت صورت میگیره، کوچ آفریقایی تباران، عرب آفریقایی تبار، مسلمانان خاورمیانه و از کشورهای دیگر در فرانسه، آلمان، از ترکیه همواره وجود داره. ولی در یک فاصله، یک زمان درازی، رفته رفته اینها جلب فرهنگ فرانسه میشوند، دگرگون میشوند تا حدود زیادی، یا در ترکیه رفته رفته دگرگون میشوند. اما در این چند سال گذشته که این کوچ بسیار تند بوده، چند میلیون نفر در فاصله کوتاهی به اروپا ریختند، میبینیم که تأثیر بسیار شگرفی در فرهنگ اروپا داره. در یک فاصله کوتاهی فرهنگ اروپا، تمدن اروپایی نمیتواند این فرهنگ کوچنده به این سرزمین رو به خودش جلب بکنه و آنها رو دگرگون بکنه. یک پارادوکسی به وجود میآید، یک رشته تضادها شکل میگیرد که شاهد اون هستیم. در ایران هم ما شاهد این بودیم که در دوران پیش از انقلاب ما با سه موج کوچ گسترده از روستاها به شهرها و شهرک‌ها روبرو بودیم و شهرهای بزرگی مانند تهران و اصفهان و تبریز، به ویژه تهران، در آماج این هجوم به سر می بردن. و این نیروی کوچندهی که نتوانسته بود جلب فرهنگ جامعه شهری بشود، پایگاه نیروی مذهبی شد که پیام می داد برای دگرگونی در جامعه و بازگشت به گذشته. با ارزش‌های مدرنیته مخالف بود، میخواست جامعه رو برگرداند به اون ارزش‌های پیش مدرن. و ما با این پدیده در اون دوران روبرو بودیم و زنده‌یاد، بختیار یا صدیقی و دیگر کسانی که آشنا بودند با این پدیده دریافتند و در برابر این حرکت ایستادند، اگرچه این ایستادگی دیر بود. بزرگترین خطا رو هم خود رژیم انجام داد که به جایی که صدای انقلاب مردم رو پادشاه بشنود، دو سه سال زودتر این بحران رو در جامعه در نیافت و به چالش برای رفع این بحران بر نخواست و نتیجه این شد که با یک طغیانی روبرو بودیم که میتوان گفت همه چیز رو با خودش سوزاند و همه جامعه شهری ایران رو شکست داد. جنبش اسلامی تنها رژیم پادشاهی رو دگرگون نکرد، جنگی علیه تجدد بود، جنگی علیه مدرنیته بود، برای بازگرداندن ارزش‌های پیش مدرن. و امروز با همین چالش خود او روبروست، زیرا در برابر مدرنیته نمیتواند مقاومت بکند و از رمق افتاده و با گرفتاری‌های اساسی روبروست. آقای امینی، یکی از همیهنان کتابی نوشته است درباره بختیار. بله. و در اونجا به این نتیجه رسیده که بختیار در واقع خط قوام رو پیروی میکرد، نه خط مصدق رو. شما ملاحظه کردین؟ من بیان که بخواهم نامی از ایشان بیاورم، البته من و شما هر دو میدانیم، فکر کنم همیهنان هم میدانن که درباره چه کسی سخن میگوییم. اجازه بدهید که من وارد گفتگو درباره کتاب ایشان نشم، چون شاید یک برنامه ویژه بتوانیم در این زمینه با هم بگذاریم. من به یکی دو ببخشید آقای امینی، 3 دقیقه وقت داریم. بله. به یکی دو گزارش از گفتگوهای ایشان از سخنرانی ها و برنامه‌ای که داشتن هم نگاه کردم یا گوش فرا دادم. بله، برداشت من این است که ایشان میگویند که بختیار بیشتر با سنت قوام نزدیک بود. من آگاه نیستم بر چه پایی این داوری رو میکنند، ولی در آن 37 روزی که زنده یاد بختیار رئیس نخست وزیر ایران بود، آخرین نخست وزیر مشروطه، من هیچگاه چهره ایشان رو بدون پیکره مصدق بر پشت ایشان ندیدم. به یاد ندارم که پیکره قوام رو در پشت سر ایشان دیده باشم، یا جای بختیار در سالهای پس از فرار از ایران و آمدن به فرانسه، به پاریس، گفته باشد که من احساس وفاداری به سنت قوام السلطنه می کنم. خب این کشف تازه است که ایشان کردند، این نمونه ای از پیکره است که زنده یاد بختیار هنگامی که
با خبرنگاران صحبت میکرد، پیکره بزرگی از مصدق رو پشت سر خودش داشت. بختیار ادامه دهنده سنت قانون مداری مصدق بود. البته در میان یاران و بازماندگان مصدق زاویه وجود می داشت و هر یک برداشت شاید متفاوتی از یکدیگر داشتند، ولی در این جای گفتگو نیست که در زمینه قانون مداری و پایبندی به قانون مشروطه، مشروطه پادشاهی، قوام رشید بختیار پیرو خطی بود که مصدق هم به اون وفاداری داشت. مصدق تا پایان عمر وفادار به قانون اساسی مشروطه بود و شواهد زیادی در دست است که هفته آینده درباره یکی از اونها با شما گفتگو خواهم کرد، که مصدق حتی در روز 27 مرداد هنگامی که ده خدا رو دعوت کرده بود که به خانه خود یعنی کاخ نخست وزیری اون زمان بیاید و در برابر کسانی گفته بود که شورای سلطنت میخواهد تشکیل بدهد و ده خدا رو رئیس شورای سلطنت بکند، نخستین درخواست او از ده خدا این بود که از اعلی حضرت بخواهید که به ایران برگردد. مصدق خواهان بازگشت محمد رضا شاه به ایران بود، هیچگاه زیر بار جمهوری نرفت زیرا پایبند به قانون اساسی مشروطه بود. بختیار ادامه چنین کاری بود. بختیار پایبند به قانون اساسی مشروطه بود و باور داشت که باید قانون اساسی مشروطه در ایران اجرا بشود. البته زمان اجازه نداد و این قانون اساسی مشروطه همراه با دولت مشروطه و همراه با آخرین نخست وزیر مشروطه در ایران برانداخته شد. اگر بخوام خلاصه کنم، در تاریخ مشروطه ایران در دوران پهلوی ما دو نخست وزیر ادامه دهنده قانون اساسی مشروطه داشتیم. نخستین اونها زنده یاد محمد مصدق بود و دومی زنده یاد شاپور و بختیار. آقای امینی خیلی ممنونم ازتون، خسته نباشید. تا هفته آینده که به این وعده هایی که دادیم عمل کنیم. ممنونم ازتون و ممنون از همیهنان عزیز و با تشکر از کارگردان برنامه آقای امیر. شب و روزتون خوش.